به نام ایزد منان، با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، به این بخش خبری شبانگاهی خوش آمدید. من محمد محمدی به همراه همکارانم از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام از بهشت روی زمین کربلا در خدمت شما خوبان هستم. سرخط خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت طی 4 سال اخیر حدود 8 میلیون شهروند افغانستان مهاجر شدند. وزیر کشور عراق برای بررسی مقدمات زیارت اربعین وارد کربلا شد. استاندار نجف اشرف در ایام زیارت اربعین حسینی هیچ جاده‌ای بسته نمی شود. و افزایش بارندگی کم سابقه در هند، تعطیلی مدارس و لغو پروازها در دهلی نو. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که از سال 2020 تا کنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان مهاجرت کردند. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که 85% از این مهاجران به کشورهای همسایه عمدتاً ایران و تقریباً 1 میلیون نفر به اروپا مهاجرت کردند. در گزارش سازمان بین المللی مهاجرت آمده است که حدود 70% از مهاجران به ایران نبود فرصت‌های شغلی را عامل اصلی مهاجرت خود می‌دانند. شایان ذکر است که در سال 2023 سازمان جهانی مهاجرت نزدیک به 1 میلیون بازداشت کننده را ثبت کرده است که 70% آنان فاقد اسناد و 60%شان به اجبار بازگردانده شده بودند. این گزارش همچنین به خطرات نقض حقوق بشر در مسیر مهاجرت برای شهروندان افغانستان که به اسناد سفر دسترسی ندارند اشاره کرده است. این افراد با مشکلاتی همچون رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز مواجه می شوند. سازمان بین المللی مهاجرت با استناد به گزارش بانک جهانی افزوده است که از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این کشور با چالش‌های شدید اقتصادی و افزایش سطح فقر روبرو شده است. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. معاونت پروژه‌های مهندسی و فنی حرم امام حسین علیه السلام به منظور آماده سازی برای پذیرایی از زائران میلیون اربعین حسینی اقدام به بازسازی گذرگاه مرزی چذابه در استان میسان کرد. مهندس مسئول این پروژه حسین باسم طی اظهاراتی گفت این کارها شامل ایجاد سایبان برای محوطه‌ای به مساحت 30,000 متر مربع می باشد. وی در ادامه تصریح کرد این گذرگاه با تجهیزاتی از قبیل کولر، فنهای مهپاش و دستگاه‌های ویژه برای خنک‌سازی محل به منظور رفاه حال زائران آماده شده است. کارکنان اداره پروژه‌های مهندسی آستان مقدس عباسی از ادامه فعالیت پروژه صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها خبر دادند. حسین محمد باقر مهندس این پروژه طی اظهاراتی گفت صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها در ضلع شمالی مشرف و حرم حضرت عباس علیه السلام قرار دارد و به عنوان بخشی از پروژه‌های توسعه آستان مقدس عباسی در منطقه باب بغداد به حساب می‌آید. شایان ذکر است که مساحت کل این پروژه 10,000 متر مربع می‌باشد. بخش مهندسی و عمرانی آستان مقدس علوی از پایان پروژه زیرساخت پارکینگ بزرگ نجف اشرف خبر داد.
این پروژه عمرانی زیر نظر آستان مقدس علوی و با هدف خدمت رسانی به زائران به ویژه در ایام زیارتی و مناسبت‌های دینی انجام می‌شود. لازم به ذکر است که این پارکینگ بزرگ در زمینی به مساحت 160 هزار متر مربع و در 8 طبقه ساخته می شود و از مهمترین و بزرگترین پروژه های عمرانی در جهت کاهش ترافیک و تسهیل در رفت و آمد خودروها در سطح نجف اشرف به شمار می آید. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی بر لزوم گفتگو و هم افزایی بین مسلمانان و دیگران برای تقویت درک متقابل و جلوگیری از سوء تفاهم هایی که منجر به اسلام حراسی می شود تأکید کرد. نخست وزیر مالزی این سخنان را در مراسم افتتاحیه هفتمین کنفرانس جهانی اندیشه و تمدن اسلامی با شعار در کنار هم ایستاده ایم مسلمانان و بشریت جهانی مطرح کرد. گفتنی است این کنفرانس با هدف ایجاد بستری برای تبادل ایده بین رهبران، محققان، اندیشمندان و متخصصان منطقه‌ای و بین المللی برای رسیدگی به مشکلات جهان معاصر تشکیل شده است که بر جهان تأثیر دارد. سازمان بهداشت جهانی در اقدامی فوری کمپینی را به منظور مبارزه با شیوع بیماری اسهال آبکی با همکاری وزارت بهداشت عمومی و جمعیت یمن راه اندازی کرد. این پروژه 12 ماهه که 3 میلیون دلار هزینه دارد قرار است یک راه نجات برای سیستم بهداشتی یمن باشد. گفتنیست تمرکز این پروژه بر رسیدن به 3 نتیجه کلیدی شامل افزایش تشخیص زودهنگام بیماری اسهال آبکی، بهبود مدیریت موارد شدید و جلوگیری از انتقال به جامعه می باشد. لازم به ذکر است در حال حاضر هر روز بین 500 تا 1000 مورد جدید از این بیماری در کشور یمن گزارش می شود. حکومت بنگلادش فعالیت حزب جماعت اسلامی شاخه دانشجوی این حزب و دیگر نهادهای وابسته به آن را ممنوع اعلام کرد. بنگلادش این سازمانها را به دست داشتن در این ناآرامی‌ها و تحریک خشونت در جریان اعتراضات اخیر دانشجویی متهم کرد. در این اعتراضات که بر سر سیستم سهمیه بندی مشاغل دولتی رخ داد دست کم 211 نفر کشته و بیش از 10,000 نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق به منظور بررسی مقدمات زیارت اربعین وارد کربلا شد. همکارم در رابطه با سفر وزیر کشور عراق به شهر مقدس کربلا گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق روز پنجشنبه برای پیگیری مقدمات امنیتی و پشتیبانی زیارت اربعین امام حسین علیه السلام وارد استان کربلا شد. معاون عملیات مشترک وزیر کشور عراق راستای تقویت هماهنگی بین نهادهای مختلف امنیتی برای تأمین امنیت این مراسم بزرگ مذهبی وی را در این سفر همراهی کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سفر عبدالامیر الشمری وزیر کشور عراق در چارچوب شرح وظایف وی به عنوان رئیس کمیته عالی امنیت برای تأمین امنیت زیارت اربعین انجام شد. هدف از این سفر نظارت مستقیم بر تمامی اقدامات در حال انجام برای ایمنسازی زیارت اربعین و اطمینان از آمادگی برنامه‌های امنیتی و پشتیبانی است که برای پذیرایی از میلیون‌ها زائری که از نقاط مختلف جهان به کربلا می‌آیند می‌باشد.
در این دیدار وزیر کشور بر اهمیت هماهنگی کامل بین همه طرف‌های ضیرابط از جمله نهادهای امنیتی محلی و کشوری برای اطمینان از امنیت زائران، تسهیل تردد و ارائه پشتیبانی و خدمات لازم به آنان تأکید کرد. همچنین ارزیابی رویه‌های میدانی و شناسایی سایر نیازها برای اطمینان از اجرای بدون مشکل برنامه‌ها و تقویت همکاری بین دستگاه‌های مختلف امنیتی برای اطمینان از ایجاد فضای امن و مناسب برای زائران در طول مراسم زیارت اربعین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر کشور با قدردانی از تلاش‌های همه مجموعه‌های ضیرابط به منظور آماده سازی این مراسم بر اهمیت تضمین موفقیت برگزاری این اجتماع بزرگ مذهبی و دستیابی به بالاترین سطوح ایمنی و آسایش زائران اربعین حسینی تأکید کرد. برای صحبت بیشتر در خصوص خبر مهاجرت شهروندان کشور افغانستان، آقای جمعه خان محمدی، جامعه شناس و نویسنده از شهر اوپاسلای سوئد همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای خان محمدی، مهمترین عوامل و دلایل مهاجرت بیش از 8 میلیون تن طی 4 سال اخیر از کشور افغانستان چه بوده است؟ ساختار ضعیفی که در جامعه افغانستان وجود داشته نتوانسته یک تعادل نسبی بین طبقات مختلف و گروه‌های اجتماعی ایجاد کنه و نبود این ساختار قدرتمند اجتماعی موجب این جنگ‌ها و نابسامانی‌ها در سال‌های گذشته بوده. عامل نهایی که نقش برجسته داشته عامل فرهنگی است. خیلی‌ها نمی‌تونن خودشون را از لحاظ ارزشی با این نیروهایی که بعد از سال 2021 در افغانستان به حاکمیت رسید نمیتونه تطبیق بده، یعنی ارزش های اخلاقیشان اجازه نمیده با اینا همسینخی داشته باشد. به همین خاطر این مجموعه عوامل باعث شد که به صورت گسترده افغان ها هم در دو سه سال گذشته و هم در چند دهه گذشته از افغانستان خارج شود. بله. این اجمالی. بله جناب خان محمدی، در کوتاه مدت و بلند مدت این موج مهاجرت ها چه پیامدهایی برای سطح داخلی و خارجی کشور خواهد داشت؟ در مجموع تاریخ بشر همواره با پدیده مهاجرت همسنخی داره، یعنی بزرگترین تمدن ها و کشورهایی که در دنیا وجود داره همواره از نیروهای مهاجر ساخته شده است. ببینید اولین آدم ها یا در بین النهرین بوده یا در آفریقا بوده، اما میبینیم که نسل‌های بعدش یا در اروپا یا در کشورهای دیگه هستش. پس پدیده مهاجرت یک پدیده طبیعی است. دو، پدیده مهاجرت منفی نیست، مثبت. خیلی وقتا هستش که شرایط ها و فرصت های جدید در مهاجرت وجود دارد که در زندگی ساکن نیست، اما میتوان دو نوع پیامد را برای پدیده مهاجرت به حساب آورد. پیامدهای مثبت هم در کوتاه مدت هم در بلند مدت، پیامدهای منفی. پیامدهای مثبت عبارت است از تحرک اجتماعی. مهاجری که از در یک فقر یا در یک نظام طبقاتی یا نظام به شدت استکباری یا استبدادی زندگی میکنه، وقتی که در دنیای آزاد میره فرصت رشد و ارتقای شغلی، ارتقای موقعیت‌های اجتماعی، علمی، اقتصادی پیدا میکنه که در جامعه مبدا وجود نداشت. بله، ممنونم از شما. تحرک اجتماعی و ثانیاً پیامدهای منفی هم هست. در دنیای مهاجرت با تضادهای فرهنگی روبرو است، گاهی وقتا با تبعیض روبرو میشه، گاهی وقتا هستش که باعث میشه که نسبت به اگر در کشور خود میبود به مراتب وضعیتش بهتر میبود. بله، بسیار متشکرم از شما. جمعه خان محمدی، جامعه شناس و نویسنده از شهر اوپاسلای سوئد. یوسف کناوی، استاندار نجف اشرف، در نشستی با حضور دستگاه‌های ضیرابط خدماتی و امنیتی این استان تأکید نمود که در ایام زیارت اربعین حسینی هیچ جاده‌ای بسته نمی‌شود. در ادامه به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید.
نشست گسترده ای به ریاست یوسف کنوی استاندار نجف اشرف به منظور بحث و بررسی مقدمات لازم برای تامین امنیت زیارت اربعین حسینی و حضور مسئولان نهادهای خدماتی و امنیتی با تمرکز بر تدوین راهبردهای تضمینی این اجتماع عظیم برگزار شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه در این نشست تاکید شد که با در نظر گرفتن حضور میلیون ها زائر در نجف اشرف، خوشبختانه همه امور در کمال آرامش و امنیت پیش می رود. در این جلسه چگونگی هماهنگی میان تمامی دستگاه های زیربط برای ارائه بهترین خدمات به زائران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کنوی بر اهمیت تلاش های صورت گرفته به منظور برگزاری مراسم زیارت اربعین به بهترین شکل ممکن از همه لحاظ مطابق با برنامه های قبلی تأکید کرد. وی خاطر نشان کرد که از جمله برنامه های اساسی این است که با همکاری تنگاتنگ نیروهای امنیتی و راهنمایی و رانندگی بایستی اطمینان حاصل شود که هیچ جاده‌ای در ایام برگزاری مراسم زیارت اربعین بسته نشود. وی با بیان اینکه تمامی محورها از جمله جاده یا حسین که پیش بینی می شود به زودی تکمیل شود برای سهولت در تردد زائران و تامین امنیت آنان باز خواهد ماند. در این نشست به مسائلی همچون بهبود روش های تنظیم ترافیک و ارائه خدمات اولیه مانند آمبولانس و خدمات اضطراری و تامین ایمنی در مناطقی که شاهد تجمعات بزرگ است نیز پرداخته شد. همچنین بر اهمیت همکاری بین همه مجموعه های زیربط از جمله نهادهای محلی و امنیتی برای رفع نیازهای زائران شرکت کننده در مشایع اربعین و استفاده از تجارب گذشته تاکید شد. کنوی هدف از اجرای این طرح‌ها را ارائه بهترین خدمات به زائران شرکت کننده در مشایع اربعین و اطمینان از ایمنی و آسایش زائران عنوان نمود. وی از همه حاضران در نشست خواست تا نسبت به اجرای این طرح‌ها برای اطمینان از موفقیت برگزاری این مراسم متعهد بوده و برای مقابله با چالش‌هایی که ممکن است در ایام اربعین حسینی پیش بیاید تمام توان خیش را به کار گیرند. مقام‌های هندی اعلام کردند که در پی بارش باران کم سابقه در دهلی نو 10 نفر جان باختند. گفته شده که این بالاترین میزان بارندگی طی 14 سال گذشته در این شهر است. بارندگی شدید باعث شد که مدارس و پروازها در پایتخت هند روز پنجشنبه 11 مرداد تعطیل و لغو شوند. رسانه های هندی گزارش دادند که در پی بارش باران شدید بسیاری از جاده ها زیر آب رفته است. در همین حال اداره هواشناسی هند پیش بینی کرده است که بارش باران شدید تا 5 آگوست ادامه خواهد داشت. این در حالی است که هفته گذشته بر اثر رانش زمین در ایالت کرالا در جنوب هند دست کم 151 نفر کشته و 187 تن دیگر هنوز ناپدید هستند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. سازمان بین المللی مهاجرت طی 4 سال اخیر حدود 8 میلیون شهروند افغانستان مهاجر شدند. وزیر کشور عراق برای بررسی مقدمات زیارت اربعین وارد کربلا شد. استاندار نجف اشرف در ایام زیارت اربعین حسینی هیچ جاده ای بسته نمی شود. و افزایش بارندگی کم سابقه در هند، تعطیلی مدارس و لغو پروازها در دهلی نو. بینندگان گرامی، به پایان بولتن خبری امشب رسیدیم. از اینکه با ما در این بخش خبری شبانگاهی همراه بودید بسیار ممنونم. شب همگی شما بخیر.
خدای دو جهان نگهدارتان باد.